حمله اسرائیل به یک بیمارستان در جنوب غزه هلال احمر فلسطینی نیروهای اسرائیل را متهم کرد که روز جمعه به بیمارستانی در خانیونوس حمله کردند. این اتهام در حالی مطرح شده که پیشروی نیروهای اسرائیل در این شهر واقع در جنوب نوار غزه ادامه دارد و تنها چند مرکز درمانی همچنان باز و فعال هستند. در بیانیه هلال احمر فلسطینی آمده است که در جریان تیراندازی شدید پهبادهای اسرائیلی برخی از مردم حاضر در بیمارستان العمل هدف قرار گرفتند و شماری از آوارگان زخمی شدند. خبرها حاکی از آن است که تانگ های اسرائیلی نیز به بیمارستان ناصر که گفته می شود بزرگترین بیمارستان فعال در غزه است نزدیک شدند و مردم صدای شلیک گلوله را می شنبند. اسرائیل در این هفته عملیات جدیدی را برای پیشروی در شهر خانیونوس آغاز کرده است و میگوید که این شهر اکنون به پایگاه اصلی جنگجویان حماس تبدیل شده است جنگجویانی که در هفته اکتبر به شهرهای اسرائیل حمله کردند در مجموع بیش از 1200 نفر از شهروندان اسرائیل و دیگر کشورها را کشتند و حدود 240 نفر از جمله زنان و کودکان را گروگان گرفتند تشکیلات بهداشتی غزه اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته دست کم 142 فلسطینی در غزه کشته و 278 نفر زخمی شدند که به این ترتیب شمار تلفات بیش از سه ماه جنگ غزه به 24,762 نفر افزایش می‌یابد. آمارهای ارائه شده از سوی مقامات بهداشتی نوار غزه که تحت کنترل حماس فعالیت دارند از سوی هیچ نهاد دیگری تایید نشده و این مقامات آمار شبه نظامیان فلسطینی کشته شده در این جنگ و قربانیان غیر نظامی را نیز از یکدیگر تفکیک نمی کنند. بنابر اعلام سازمان جهانی بهداشت از زمان آغاز این جنگ بخش قابل توجهی از 36 بیمارستان فعال در نوار غزه کار خود را متوقف کردند. و تنها 15 بیمارستان تا حدی کار می کنند. مراکز درمانی فعال نیست تا سه برابر ظرفیت خود آن هم بدون دریافت سوخت کافی یا تجهیزات پزشکی مشغول فعالیت هستند. مقامات اسرائیل جنگجویان حماس را به عملیات از داخل بیمارستان ها از جمله بیمارستان ناصر متهم کردند. اتهامی که از سوی کارکنان بیمارستان رد شده است. آمار آژانس پناهندگان فلسطینی سازمان ملل حاکی از آن است که در پی این جنگ بیش از یک میلیون و هفتصد هزار نفر حدود 75 درصد از جمعیت غزه آواره شدند و بسیاری مجبور به جابجایی مکرر هستند. بسیاری از آنها به چادرهای پناه بردند که برای محافظت از آنها در برابر خطرات و بیماری ها کار چندانی انجام نمی دهد.